فریدون توانگری معروف به آرش در سال 1329 در تهران متولد شد. وی فردی بهایی بود و سند ازدواج او به تاریخ 14 مرداد ماه 1357 در دفتر لجنه ازدواج شهر در دفتر ثبت ازدواج بهائیان تهران ثبت گردیده است. آرش در سال 1351 با مدرک دیپلم به استخدام ساواک درآمد و به عنوان یک نیروی عادی مشغول به خدمت گردید. اگر دستگاهی مانند ساواک در از اون کمیته نبود، خیلی بیشتر از این پیروز شده بودم و این انقلاب به ثمر رسیده بود. به پاس همکاری های مؤثر و مفیدی که از طریق آن سازمان با شهربانی کشور معمول گردیده است و بنابر استدعای شهربانی کشور و تصویب اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران از تاریخ 28 اسفند ماه 1354، آقای فریدون توانگری مأمور کمیته مشترک ضد خرابکاری با اعطای یک قطعه نشان درجه سوم پاس از نشانهای اختصاصی شهربانی کشور مفتخر گردید. آقای آرش، برای اولین بار کی، کجا و چگونه چه کسی رو شما شکنجه دادید؟ از روزتون که اولین بار در سال 53 بود که یکی از جوانان مبارزه این مملکت رو در کمیته با شلاق شروع کار رو شکنجه شد. تختی بود در اتاق مخصوصی که درست کرده بودن به نام اتاق حسینی معروف بود و روی این تخت میبستم جمعا رو و کف باشون شلاق و یه دستگاه دیگه بود به نام آپولو که اون عبادت بود از این مانند یه صندلی مانندی بود که دست روش بسته میشد، پاهان بسته میشد و یه کلاه آهنی میمد روی سر که کف پا شلاق میخورد و اون کلاه هم یه درده میخورد که این انعکاس صدا روی اون نفر اثر و مطلوب داشت و از نظر روحی شکنجه میشد. سیم مخصوصی سیم مخصوصی یا وقتی بودی کتبا میچ به ساوت قضیه رو به این راحت اگر تو به حد مرگ میشد جا هیچ تکیشو نمیدید. زیادی که من با یه تیراغنی سر بود بسیاری که که کشمی سکونی داری دید از خودی یه بود ساده شون زده داشت براشون فرق نداشت اونجوری تربیت شد من یه روز خیلی کودک برده بودم این آرش با پاهاش بایزو روی پنجه پا دید روزه بین نمیدارم بعد بودم چرا اینجوری بکنیم گفت فشار بدم باز نکن برم نکن که بتون دوباره کودک بکنم. آیا آرش، ممکن ازتون خواهش کنم یک کمی در مورد خانم غفاری دختر آیت الله شهید غفاری برای ما توضیح بدیم؟ بله، اصلا بودیم که خانم غفاری رو وقتی که دستگیش مندادم من بازجویش کنم و من برای اینکه اطلاعاتشون رو بگیرم و ایشون حاضر نمیشون اطلاعاتشون بدیم ناشا بودم که در پیه شکنجه بسید و در مورد ایشون شلاق بوده و در همون اتاق حسینی و گاهی هم در اتاق خودم بوده و اهانت بوده. آرش، موهای منو از همون طبقه اول چه رو به بالا چه از بالا به پایین که میخواستم بیاییم چون موهای من خیلی بلند بود میپیچید دور دستش پله ها رو کشون میبرد یا پایین میبرد یا بالا میبرد. در مجموع چند ساعت شما ایشونو میزدیم؟ در مجموع چند ساعت میشنم هر روز بازیشون میگردم این بچه ممکنه اونجا یه ساعت نیم باشه و
در روز روزشون میشه جمع بزنیم ببینیم چند ساعت میشه. که دیگه هر روز ما جیره داشتیم، میبردن اتاق شکنجه میزدن، حتی تا اونجا پیش رفت که دیگه ناخونهای پا ما کشیدن. و نظر روحی واقعا قوی بودن و اونایی که واقعا مبارز بودن دیگه جلویشون پایبند بودن، واقعا از نظر روحی خوب بودن و خیلی بالا بود. همیشه کاف تو دستش، کافش از سر سیماش لخت بود، به هر از راه میرسید کار نداشتی، متهم مال خودش باشه یا مال بازی دیگه از دم نیزد.